تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از قرآن نور میگیریم، آیه به آیه تفسیر فشرده و قطعی داریم. 5-6 دقیقه از اول قرآن رسیدیم به سوره نساء جزء 5. آیه چیه؟ بشنویم. ان الله لا یظلم مثقال ذره وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. خداوند به مقدار ذره هم ستم نمی کند. از چرا ستم کنه؟ کسی ظلم میکنه که یا ندونه ظلمه یا بترسه، مثلا میگه اگر اینو زندانش نکنم حکومت منو کودتا میکنه، از ترس این که حکومتش از دستش نره رقیبا و مخالفینو میگیره زندان میکنه، یا نیاز داره، یعنی میبینه اگر ظلم نکنه کلاش پس محرکه، نیاز داره، یا حرص میزنه رو حرص ظلم میکنه. به هر حال ظلم یک دلیلی میخواد. چطور میشه خدا ظلم کنه؟ چطور خدا به ما گفته ظلم نکنه و خود ظلم کنه؟ ان الله یأمر بالعدل، خدا بشر را به عدل سفارش کرده و خودش عادل نباشه؟ ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند به مقدار ذره ای هم ستم نمی کند. خدا غنی است، داناست، منزه است. حالا بعد می فرماد که و این تکو حسنتن، اگر کار نیکی باشد یا ضعیف و کار نیکو دوبله میکنه، و یعت من لدن ها اجرا عظیما، از جانب خیشم پاداش بزرگی عطا میکنه. کیفرهای الهی هر یک گناه رو یکی حساب میکنن، اما کار خوب رو یکی رو 10 برابر، بیش از 10 برابر هم هست. یعنی نرخای قرآن چند رقم نرخ تو قرآنه، یه جا میگه یضاعف مضاعف یعنی دوبله، یه جا میگه اضعاف چند برابر، یه جا میگه له عشر امثالها، یه کار خوب 10 برابر، یک ثواب رو 10 ثواب برد میسن. یه جا میگه کسانی که در راه خدا انفاق کنن مثل کسی که دانه رو بکاره، از این یه دونه 7 خوشه بیاد بیرون، هر خوشه هم 100 دونه، یعنی 7 ضرب در 100 میشه 700، یعنی تا 700 برابر. بعد از 700 برابر بازم یه خدا اضافه میکنه. بعضی کارا هم میگه فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، اصلا نمیدونه هیچ بشری که چه ثوابی برای ذخیره کرده. خدا ایرقمی برخورد میکنه. خداوند علاوه بر افزایش احسانات میفرماید که و یؤت من لدنه اجرا عظیما. خیلی است ما یه کاری میخوایم بکنیم، وقتی یه کار رو میخوایم بکنیم خلق از ما چقدر میخره، خالق از ما چقدر میخره، و خالق جنس معیوب هم میخره. این خالق سیئات رو در زیر بحث نمیکنه، یبدل الله سیئات حسنات، بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنه، مثل باغچه که آب زباله میره توش گل میاد بیرون. چطور خداوند آب آلوده رو تبدیل به گل میکنه؟ چطور یک نطفه را و یک اسپرم رو تبدیل به یک انسان میکنه؟ خداوند سیئات بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنه، خوبی ها رو نشون میده، از هر الجمیل بدی ها رو میپوشونه، ستر القبیح، لم یحتک سر، پرده رو پاره نمیکنه. حتی گناهانی ما کردیم که اگر بابا و ننه و دوستان بفهمن همه ما رو رها میکنن. خدای گناه ها رو میدونه و رو پوش میذاره، انگار خدا از ما خجالت میشه که انکه سحکیتنی. خدا ذره ستم نمیکنه، اگر کار خوب بکنی دوبله میکنه، از طرف خودش هم اجر عظیم میده. یه همچه خدایی داری، حیف نیست خدا رو ول میکنی بریم سراغ خلق خدا؟ آیه 40 هم تمام.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.